هم ادامه به کوها گرد و گرد همچنان خدا گرد و گرد قوم خودش هست از الان تا ابد الابد. با هم یاد گرفتیم که کوه موریا چه پیامی به ما میده، کوه روزی که خدا مهیا کننده ماست، آمین. کوه جلجتا به ما یادآوری میکنه که آمرزش گناهان داریم، نه فقط 2000 سال پیش برای گناهای امروزمون دیروزمون، بلکه برای گناهایی که خواهیم کرد آمرزش قطعی و 100%. آمین. در کوه شمالی خداوند به ما یادآوری میکنه در ضعفای تو من از تو حفاظت میکنم، من حمایت میکنم. آمین. در ضعفای توست که قوت من، جلال من دیده میشه. و کوه هرمون که واقعا خیلی من خودم این قسمت رو خیلی تجربه کردم که چطور اون ترسای روحی روانی ما رو، چطور اون روان زخمی ما رو وقتی با خدا ملاقات میکنی واقعا اون ترسای نامقدس ما رو به ترسای مقدس تبدیل میکنه. آمین. امروز کوه هوریبو میخوایم ببینیم چه پیامی برای ما داره. در کتاب مقدس کوه هوریب به کوه سینا معروفه، همچون کوه تور بهش میگن، کوه سوگند میدن میگن بهش، کوه خدا معروفه و همینجور جبل الله کوه خدا که عربی شاره میتونیم جان؟ نه کوه زیتون، نه کوه تور، کوه سوگن، کوه خدا و همون عربی جبل الله. در خروج باب 3 آیه 1 وقتی این کوه رو نگاه میکنیم میبینیم نه فقط شریعت خداوند از طریق این کوه موسا داده شد، شریعت پاک و منزه خدا، و که ایلیا به کوه هوری پناه برد. یادتونه خدا با یه غذای مختصر او رو چطور تقویت کرد؟ غذا، نان، در کتاب مقدس اشاره به چی؟ کلام خدا. قدرتی رو این نان به او داد، این غذا به او داد که 300 کیلومتر طی تاریخ کرد. یعنی چی داره به ما یادآوری میکنه؟ که انسان محض نان زیست نمیکنه، بلکه همونجوری که سمیه جون گفت با یه دونه کلام، حتی با یه دونه کلام ما رو از قعر جهنم و هاویه و تشویش میتونه تو پیروزی خدا حرکت بده. عیسی مسیح خداوند 40 شبانه روز در کوه هوریب بود، روزه گرفت. به وسیله چی بود؟ کلام خدا بود که با شیطان چیکار کرد؟ مقابله کرد و روی او پیروز شد. کلام خدا اهمیت خیلی عزیزان حیاتی داره. من زیاد تو این قسمت نمیخوام بپردازم، فقط یه داستان بامزه میخوام براتون تعریف کنم که یکم بعد این صحبتهایی که شده یکم روحیتون شاد بشه. بیشتر خیلی هیجان دارم برای کوه زیتون، ولی در مورد کوه هوریب که کلام خداست که چقدر مهمه ما در کلام، در این نان حیات قوی بشیم. یه شخصی که از بیسوادی روحانی افراد کلیسا خیلی کلافه شده بود یه داستانی رو نقل قول کرد. حتما به نظر من این داستان حقیقی نبوده ولی پیام خیلی قوی توشه. اینطور گفته که کشیش جوونی به یه کلیسایی میره برای خدمت، منتقل میشه و اونجا اونو استخدامش میکنن. کشورهای دیگه اینجوری نیست که مثلا استخدام میکنن، یه شبانو و پول ماهیانه به اون میدن. وقتی که این شبان کارش رو شروع کرد تصمیم گرفت اولین جایی که میره کانون شادی بره، مخصوصا تو کانون شادی پسران، و گفته بذار ببینم این لول روحانی اینا چجوریه. رفته بهشون، به پسرها رو همه جمع کرده بهشون گفته میشه لطفا یه نفر بگه چه کسی دیوار اریها رو خراب کرد؟ معمولا این داستانهای کتاب مقدس، داستانهای مخصوص عهد عتیق، اولین تعلیماتی که تو کانون شادی باید داده بشه، چون بچه ها خیلی با داستان اختن.
میگه که پسر بچه همه به هم نگاه کردن و ساکت شدن و شروع کردن به انکار کردن. من نریختم دیوار عریها رو خراب نکردم. یکی دیگه گفت واقعا من حتی نزدیک این دیوار نشدم. آقا به خدا من نزدیک نشدم. شبان جوان که واقعا کلافه شده بود، نمیتونست باور کنه بچه های کانون شادی اینقدر عدم آگاهی دارن از کلام، فوری شورای کلیسایی تشکیل داد و شروع کرد به اون چی که اتفاق افتاده با این پسر بچه ها برای این هیئت رهبری، که مگه میشه کانون شادی مثلا باید این داستانا رو به بچه‌ها یاد بدن، مثل ایلیا، مثل نمیدونم ابراهیم، داستان یوشع. بعد میگه که این یک سکوت خیلی زیادی تو این هیئت رهبری اتفاق افتاد و بعد از چند دقیقه یکی از خادمین بلند شد گفت آقای کشیش واقعا میفهمم که این موضوع چقدر شما رو دلخور کرده، ولی میخوام بهتون بگم من بچگی این بچه ها رو میشناسم، واقعا اگه میگن این دیوار رو خراب نکردن راست میگن. بیایم با هم دیگه یه بودجه ای رو جمع کنیم، این دیوار رو تعمیر کنیم، قضیه رو یه جوری همش بیاریم. صدا شد هر این بچه های بیچاره تفک راسکو هستن. واقعا شاید الان بخندیم، ولی واقعا وقتی به نسل الانمون نگاه میکنیم با نسل گذشته، هرچی که نسل تازه تر میشه آگاهی افراد و کلام خدا کم و کمتر میشه و این کوه حوری به ما یادآوری میکنه که پیام میده که با کلام خدا هر روز اخت بشه. این کلامی که حقیقته، این کلامی که نوره، وقتی با تو برخورد میکنه تاریکی های درون تو، انزواهای درون تو، اون زخما و آسیبهای درون تو چطور وقتی باش برخورد میکنه، واقعا من اینو تجربه کردم، مثل اون لیزره که یه مانع هست، یه سنگی هست اینجوری پرتاب میکنه و خورد میکنه و چیزی که بیرون میاد نور عیسی مسیح از درون ما. آمین. فکر میکنم همین داستان برای این کوه حوری کافی باشه، پیامو رسونده. پنجمین کوه که مهمترین کوهه، کوه زیتون، کوه قدرت هم معروفه. کجا بود این کوه زیتون در کلام خود؟ جایی بود که حواریون جمع شد، جمع کردن در روزای آخر که میخواست عیسی مسیح خداوند صعود کنه. تو اعمال باب 2 اینو میخونیم، باب 1 هم هست فکر کنم، آیهشو ننوشتم، همون باب 1ه. جایی بود که افراد رو برد و اونجا صعود کرد و اونجا خیلی جالبه، وعده قبلش وعده چی رو داد؟ روح القدس. گفت شما رو یتیم نمیذارم، بلکه روح القدس رو به شما میدم. جایی بود کوه زیتون که نگاه شاگردان به آسمون دوخته شد و فرشته خداوند دوباره این وعده رو داد، گفت همینجوری که داری نگاه میکنی که عیسی مسیح با ابرا رو بوده شد، همونجور بر میگرده. آمین. پس نه فقط کوه زیتون نمایانگر کوه قدرت، کوهی که وعده داد خداوند روح القدس رو به دست میاری، بلکه این پیام رو به ما میده که دوستداران و پیروان حقیقی عیسی مسیح با چه انتظاری چشماشون رو از مشکلات بردارن و نگاه کنن که به ابرا که عیسی مسیح خداوند میاد. فقط چیزی رو که امروز میخوام راجبش صحبت کنم راجب روح القدسه و وعده‌ای که خداوند داد. اونجا درست گفتم باب 1 میگه از اونجا که صعود کرد اینا همه چیکار کردن؟ به سمت بالاخانه رفتن عزیزان و قدمشون رو برگردوندن، مسیرشون رو رفتن به سمت بالاخانه. بالاخانه چه اتفاقی قرار بود بیفته؟ روح القدس بر اونا بیاد، پوری روح رو میخواستن دریافت کنن. عزیزان چی میخوام بگم؟ خیلی از مسیحیان الان بین ما هستن، وضعیت خیلی اسفبار و غم‌انگیزی دارن. خیلی از مسیحیان، حتی واقعا صادقانه بخوام بگم تو خادمین حتی اینو میبینم، اونا نزد صلیب میرن،
بخشایش گناه رو دریافت میکنن، تولد تازه دارن. وقتی از اونا میپرسی آیا تو مسیحی هستی؟ میگه آره. میگه تولد تازه داری؟ میگه آره. ولی هرگز این مسیحیان رضایت درونی در قلبشون ندارن، پوری روح القدس رو ندارن، اون قدرت روح القدس رو ندارن. بیشتر موقعی افراد احساس خستگی، درموندگی، پوچی میکنن، چون نفهمیدن که ساکن شدن روح القدس در شخص ایماندار، وقتی که تولد تازه میابن، روح القدسی که در اونا ساکن میشه و اونا به دهانشون میگن عیسی خداونده. ولی این پایان داستان نیست. تو افسوسیان باب 1 میگه، این میگه بیانه است، بیانه میراث ماست. اون خیاری که توی ایران نزدیک بهار میاد میگه این بیانه است، درسته؟ میگه بیانه چی میگه؟ میگه اصلش تو راهه، این یه دونه رو الان بخور، یه مزمزه کن، ولی اصلش تو راهه. وقتی تولد تازه داری میگی عیسی خداوند، آرامش میاد، شادی میاد، این فقط بیانه است. به این بسنده نکن، تو این وضعیت نمون. برای همینه که واقعا مشکلاتی که اول صحبتش کردم، اگه کسی پوری روح القدس داشته باشه، اگه کسی قدرت روح القدس داشته باشه، تو این معضلات دست و پا نمیزنه و نمیمونه. هدف خدا عزیزان برای این نیست که فقط ما رو از گناه نجات بده. پیامدهای نجات و پیامدی از طریق نجات توی زندگی ما بیاره، هرچند عملهای خیلی با ارزشی که وقتی ایمان میاریم، اما اون میخواد ما رو به کوه قدرت هدایت کنه، تو اون بالاخونه موقعیتی رو در اختیار ما بذاره به وسیله همکاری خودمون، که چی بشه؟ شخصیت عیسی مسیح در ما نشون داده بشه. دیگه نگیم از انسان میترسیم، اینو نمیگم چون میترسم، ولی هزار تا مشکلای قلبی دیگه داریم، متوجه این؟ خدا میخواد این پوری روحو، اگه تو پر باشی از روح، اصلا ترس برای چه معنی داره؟ متوجه هستی؟ عزیزان، برای اینکه من اینو براتون باز کنم و واقعا تشنه این روح القدس باشین و کمتر از اینو دنبالش نباشین، باید با یه مثالهایی براتون اینو جا بندازم. قوم اسرائیل در بیابون 40 سال در بیابون چی میخوردن؟ من. من چی بود؟ من یه چیزی بود که از آسمون میامد، درسته؟ آیا تو این 40 سال عزیزان قوم اسرائیل راضی بودن؟ نه. آیا پر از آرامش بودن؟ چی بودن؟ پر از شکوه و شکایت بودن. چرا؟ چرا پر از شکوه و شکایت بودن؟ چون قرار بود نه در بیابان اونا سیر بشن پر از رضایت درونی، بلکه قرار بود در کنعان به اون رضایت درونی برسن. متوجه هستی؟ اونا رو مصر رو برده بود بیرون برای اینکه ببرتشون به طرف کنعان. کنعان تمثیل چیه؟ پوری روح القدس. در اون پوری روح القدس پیونده با عیسی مسیح، میگه عیسی مسیح کنعان ماست در عهد جدید. امنیت ما عزیزان، نجات ما به وسیله روح خدا، اون بیانیه که به ما داده میشه، تضمین شده، مهر زده شده. اما هرگز بدون پوری ما سیر نمیشیم. یادتونه یه کامیونایی براتون مثال میزدم، کامیونایی که تو ایران بود، یادتونه میگفتم کامیونایی که پر از سر صدا هن چی بود؟ خالی بود، درسته؟ دائم صدای پیت حلبی میدادن، پر از قرقر و شکایت. افرادی هستن نیست؟ بعد این کامیونا وقتی پر بودن، پر از اجناس بودن، یادتونه مثل کشتی نو، همون کامیونی که پر از سر صدا بود چجوری بود؟ آروم، پر از وقار، مثل یک عقاب. واقعا میگم مانداری که پر از روحه مثل عقابه، تو اون بالا پرواز میکنه، این پایین خودشو مشغول این چیزای حاشیه‌ای نمیکنه.
آمین. بزرگترین علل نارضایتی قوم چی بود؟ من تکراری. خودتونو جای اون بذارین. یه موقع ما خیلی بیچاره قومو گردن کشن میزنیم تو سرشون، ولی وقتی خودمونو میذاریم 40 سال عزیزان صبحانه نهار شام فقط من میخوردن، آیا حق داشتن؟ اگه من جای اونا بودم حالم به هم میخورد، درسته؟ این رژیم غذایی چقدر میتونه طاقت فرسا باشه، ولی نه فقط طاقت فرسا بود عزیزان، بزرگترین اشکال این غذا این بود که اونا رو راضی نمی کرد. دیدی من خودم اینجوریم، تا یه پرس برنج نخورم تایی دلم گرفته نمیشه، واقعا احساس میکنم همش گشنم. 1000 تا غذا سبزیجات، مثلا آلبرت خیلی الان سبزیجات میگیره اینو میخورم باشا، ولی تایی دلم سیر نمیشه، همش دنبال یه چیزی. میگم 2 روز برنج نخوردم، الان یه پلو تو پلو پز بذارم این تایی دلم سیر بشه. قوم اسرائیل اینجوری بودن، صبح تا شب میخوردن. تو تثنیه باب 8 آیه 3 میگه یهوه خدای تو رو ذلیل و گرسنه نگه میداره چون که من رو به تو میخورونه. این چه خوراکیه عزیزان که با خوردنش تو ذلیل و گرسنه میشی و هر چی که میخوری به زودی احساس گرسنگی میکنی. خیلی عجیبه عزیزان، اولین باره که یه نعمتی از خدا میرسه ولی اشخاصو سیر نمیکنه، راضی نمیکنه. از خدا میرسه ها، ولی راضی نمیکنه عزیزان، حواستون به منه؟ الان برای اینکه این کلید براتون باز شه، شما با اشتیاق بدوین روی کوه زیتون. 3 توصیف عالی در خصوص این من شده که یک کلید خیلی با ارزشی عزیزان به شما میده. من چه شکلی بود؟ چه توصیفی کلام خدا شده ازش؟ میتونین اینو بعداً هم گوش کنین هم یادداشت کنین. تو خروج 16:31 خروج 16:3 میگه طعمش مثل نان عسل بوده، وقتی دست میزدی سفید بوده، تر بوده. یادتونه میخواست اونا رو کجا ببره؟ سرزمین شیر و شهد و عسل، درسته؟ الان یه چیزی بهشون داده شکل اونه ولی خود اون نیست، متوجه این؟ میگه طعمش عسلیه، سفید و تره مثل شیر، پس یه چیزی بوده شکل شیر و عسل. یادآوری چی بوده؟ سرزمین موعود، اون کنعان. طعمش دوباره یه جای دیگه میگه مثل قرصای روغنی بوده. یاد چی میفتین؟ روغن اصلا آدم نخوره بازم چقدر نیست؟ یه بیانه بوده، بدل اصل نمیشه. تمام این نمادها و سمبولها که من براتون میگم خود حقیقت نیست، بلکه یه فلاشیه که ما رو به خود حقیقت میرسونه، درسته؟ اینا همه سمبوله. خدا قومشو با غذایی که فقط شبیه اصل بود زنده نگه میداشت، ولی راضی نه، چون قرار نبود تو بیابون به رضایت برسن، اون رضایت واقعی. تنها یک راه حل بود عزیزان، برای اینکه از اون زندگی ملالنگیز، کسلاور، خسته کننده، مثل ما مسیحیان پر از نارضایتی، خسته دوباره بیام کلیسا، دوباره کلام بخونم. من قشنگ اینا رو میفهمم، بارها اینا رو تجربه کردم. دوباره دعا، خدایی چه دعایی بکنم. قشنگ میفهمم چقدر وضعم خرابه، چقدر خالیم از روح خدا، متوجه این؟ چرا این کار رو میکرد؟ برای اینکه ببرتشون تو سرزمین کنعان. وقتی که تو یوشع باب 5:12 تا وارد سرزمین کنعان شدن میگه در اون سال من قطع شد و خدا یک تدارک سرشاری از یک ضیافت عالی برپا کرد از زمینی که وارد شدن. میگه حاصل زمین رو خوردن، جشن گرفتن، منم قطع شد. این تنها راه نارضایتی روحانی ماست که چیکار کنیم؟ وارد سرزمین کنعان بشیم. یعنی 11 روزه باید اونا میرفتن،
40 سال طول کشید عزیزان. خیلی از ما ایماندارو کجدار مریض میکنیم. 40 سال، 50 سال، 20 سال تو کمبود روحانی، تو اون نون بخور و نمیر، فقط بریم کلیسا، فقط یه به قول خواهرم تو هفته هر جوری دلمون میخواد زندگی کنیم. متوجه اینا نشانه چیه؟ برای اینکه از روح پر نمیشیم و خدا میخواد ما از روح خدا پرشیم، در پری خدا راه بریم، در تسلیم کامل، در اون اطاعت، در اون اراده خدا. افرادی که رفتن بالا خونه چند نفر بودن؟ 120 نفر. هزاران نفر عیسی رو پیروی میکردن، فقط 120 نفر بودن که اون پری رو دریافت کردن. اومدن دوباره رفتن قدقد کردن، تو حاشیه ها چسبیدن، چیکار کردن؟ ربع مسکون رو شوروندن با پیام انجیل، به اسب چسبیدن. متوجه هستین؟ تو هرگز عزیزان، هرگز فقط با ایمانت، فقط با یک کجدامریض با مسیح راضی نخواهی شد که من مسیحی هستم، تولد تازه دارم، اومدم تو خادمین، مثال میزنم. اگه تو پری خدا رو، اگه تو با خدا ملاقات نشی، هرگز نمیتونی جلوتر بری. یه جایی میرسی استوب میکنی. دیدی بعضیا یه جایی میرسن استوب میکنن. خود من بارها استوب کردم تو زندگی روحانی. میگم اه چی شد؟ چرا تردازگی نیست؟ من بیشتر میخوام، باید جلوتر برم. فهمیدم عللش این بوده که من پری روحو ندارم. عزیزان تو افسوسیان باب 5:18 میگه پرشین از روح. این یک فرمانه برای یک مسیحی، یه چیز دل بخواهی نیست. و علائم پری روح چیه؟ تو غلاطیان باب 19:21 خصوصیت مسیحه: نیکویی، محبت، حلم، شادی، دیگه چی؟ فروتنی، خیشتن داری. میتونی جلو دهنتو بگیری انقدر اینو اونو نزنی. خیشتن داری، چون از روح خدا پر نیستی، فقط دنباله حق و حقوق خودتی، یکی هم که میره میخواد درستش کنه تو دهنش میزنی. متوجه هستین؟ خداوند میگه میخواد ما مخصوصا تو این زمانهایی که داریم عزیزان به ایام پنتیکاست نزدیک میشیم، آمین که بیشتر این تعلیمات تو این زمانها، آمین که سعی میکنم اگه روح القدس هدایت کنه که به جایی برسیم که واقعا این بندها از ما جدا بشه و این پوری روح القدس رو دریافت کنیم تک تکمون. آمین. فکر میکنم فقط این یه اشانتیون بود، یه چیز کوچیک بود، برای اینکه بگم یه چیز دیگه هست عزیزان. فقط مسیح و نجات و یه ذره آرامش نیست، خدا پوری خودش رو برای ما در نظر داره. و تا این پوری رو دریافت نکنی، یا یه ایمانداری میشی که پر از ریاکاری، پر از ماسک، خودتو از اون خواندگی عظیم دور نگه میداری، یا اینکه مثل ایماندارایی که پر از نارضایتی درونی هستن، پر از نارضایتی، از زندگی روحانیت راضی نیستی، با شادی نمیپرستی خدا رو، چون همه چی برای تکراریه. حق داری. یه خواهری بود هفته پیش گفت پر از نارضایتی هم. گفتم همینه، پوری تازگی فقط از روح القدس عزیزم. راضی نشین، این ارث عظیم ماست، پوری روح القدس. بدون اون هرگز ما شبیه عیسی نمیشیم. مثل ایماندارایی هستیم 30-40 ساله هنوز پوشکاشون باید عوض شه، هنوز باید دورشون چرخید، هی باید مواظبشون بود. از هر چیز کوچیکی یه کوه میسازن پر از رنج، روح رنجور، دائم قصه، درد، همه دارن بهشون بدی میکنن. من نمیگم نیست، بدی هست، ناعدالتی هست، ولی وقتی از روح پرشی بالای این بدی ها قرار میگیری، بالای این ناعدالتی ها قرار میگیری، تو راه برای یکی دیگه میشی عزیزان. آمین. پس همچنان که کوها گردا گرده خوشت هستم، همچنان نوبابر گردا گرده من از اکنون تا عبد الله. آمین. و آخرین کوه عزیزان، چند تا کوه رو حذفش کردم نشمیدم. آره
آخرین کو من واقعا نشمه هر چی که شما میگه مرس زیاد مشغوله این نشمه مرس عزیزان آیه یک میگه آنانی که بر خداوند توکل دارن الان اینو میخوام مثل کوه زیتونن مثل کوه سیهونن که جنبش نمیخورن پایدار هستن تا ابد و لاغان تکان تکان نمیخورن با یه کشمیش کلیسا اینجوری شد الان بزنم همه کاسه کوزه رو بشکنم و برم من ما بهترانم متوجه هستین چون کسی که علامت کسی که به خدا توکل داره و توکلش آویزونه آسمونه تو هر وضعیتی میمونه خودش اگه واقعا در اون جایگاه درسته خودش کسی که در راستیه کسی که در تقدسه عزیزان خوبی و حقیقت و راستی مثل یه خمیرمایه که میتونه اشاعه پیدا کنه فضا رو پاک کنه نیست؟ در نمیره کسی که در میره خودش تو یک وضعیت خیلی فلاکت باریه و اولی علامتش اینه که به خدا توکل نداره باور کن این آیه تک تکش سالهاست من دارم روش تعمق میکنم قسمتی بود که خیلی دنبال حق و حقوق خودم بودم الان ربطی به این نداره که واقعا مدرک داشتم مدرک های خیلی زنده که میتونستم رو کنم که این طرف متوجه بشن افراد که چقدر اشتباه داره میکنه و در دروغه فقط این آیه بود که منو حفظ میکرد آیه 3 میگه عصای شریران بر نصیب عادلان قرار نخواهد گرفت مبادا عادلان دست خود رو به گناه دراز کنن یه موقع بود روزی 10 بار من این آیه رو میخوندم خدایا کمکم کن اگه در تو نصیبی دارم تو عدالت منی در من که هیچ عدالتی نیست ولی نمیخوام دست خودم رو به گناه دراز کنم میخوام بازیستم و بدانم که تو خدایی چون عصای شریران دروغگویان و عادلان قرار نمیگیره اعتبار خادم با این دروغا پایین نمیره بلکه با زمین میخوره ولی 10 برابر بلندتر میشه اینو با سالها چشیدم مسیحی مثل یه گل سرخ عزیزان تک تکتون مسیح هرچی که چلونده تر بشین بوی عطرش بیشتر به مشام میرسه بوی عطر مسیح آمین اونایی که به خداوند توکل دارن جنبش نمیخورن بلکه پایدار هستن تا ابدالآباد میرن قلب خودشونو تفتیش میکنن مثل شیمای عزیزمون با اون صراحت و صداقت من این مشکل رو دارم دیروز فقط این نبود 2-3 نفر بودن که زنگ زدن و وقت گذاشتن من این مشکل رو دارم برای همین جلو نمیرم خواهر نسرین واقعا دارم به حقیقت رو میگم خدا میدونه میخواستم جلوی اشخاص 2 نفر دیشب بود 1 نفرم صبحش بود زانو بزنم به رو بیفتم تشکر کنم برام هیچ چیزی با ارزشتر از این نیست که یکی در صداقت باشه صبح تا شب 1000 تا کار و هدیه و نمیم قربون صدقه ولی به یه ریاکاری و دروغ همه چی پایمال میشه چون موضوع مسیحه و بدن مسیح آمین آیا اعتماد میکنی به خداوند؟ آیا توکل میکنی به کارهای او؟ این کوه خدا برای تو کاری نمیکنه تنها کوهیه که به خود تو داره اشاره میکنه نه به کار خدا بلکه به کار تو میگه اونایی که به خدا توکل میکنن نمایانگر کوه سیهونن که تکان تکان نمیخورن جنبش نمیکنن هر دقیقه جز حزب بادی نیستن پایدار میمونن ریشه شون در خداوند محکمه از الان تا ابدالآباد تو مزمور 132 آیه 13 و 18 میگه زیرا که خداوند من بالاش نوشتم نسرین رو برای خودش برگزیده خداوند بهار رو برای خودش برگزیده خداوند
فاطمه رو برای خودش برگزیده، مثل یه کوه سیحون ما رو برگزیده و میخواد بیا تو ما ساکن بشه، تمام این مار و ملخ و فرماندهان تاریک رو دور کنه عزیزان و بیاد در ما ساکن بشه. چرا؟ چون تک تک ما رو برگزیده. اونجا نوشته چون به ما رغبت داره و جایی که خدا اونجا ساکن بشه میگه هر آینه اونجا آذوقه اون شخص رو برکت میده. وقتی من اینا رو میخوندم انگار میگه نان از آسمان میریزه، اون نان حیات، شادی میده به جای افسردگی و ترس. اینجا همه نوشته میگه مقدسانشو به نان سیر میکنه، مقدسانشو به شادی ملبس میکنه، چون خدا میخواد ساکن بشه. و کوه سیحون نمایانگر شماست و چیزی رو که شما رو مثل کوه سیحون میکنه و این پیام به دنیا و خواهر برادران ضعیفتر از ما که باید حمل بشن رو شونه های دعا و شفاعت ما اینه که چقدر توکل داری به خدا در مخصوصا سختی ها. این توکل و اعتماد ماست عزیزان که ما رو مثل کوه سیحون میکنه و خدا رغبت میکنه که در ما ساکن بشه. آیه 16 میشه بلند بخونینو؟ و کاهنانش را به نجات ملبس خواهم ساخت و از آیه 13 تا 18 زیرا که خداوند سیحون را برگزیده است و آن را برای مسکن خیش مرغوب فرموده، این از آرامگاه من تا ابدالآباد، اینجا ساکن خواهم بود زیرا در این رغبت دارم، آذوقه آن را هر آینه برکت خواهم داد و فقیرانش را به نان سیر خواهم ساخت، کاهنانش را به نجات ملبس خواهم ساخت، مقدسانش هر آینه ترنم خواهند بود، در آنجا شاخ داوود را خواهم رویانید و چراغی برای مسیح خود آماده خواهم ساخت، دشمنان او را به خجالت ملبس خواهم ساخت و تاج او بر وی شکوفه خواهد. عزیزان معذرت میخوام، باید احمق باشیم که برای نفس امارمون نیست بیستیم و این همه برکات رو از دست بدیم. میگه آذوقه اون رو هر آینه برکت، کاهنا، همه اینا تمثیل من تو. تو عهد جدید ما کاهنیم، ما مقدسیم، درسته؟ ما مس شده خدایی. میگه مس جدید شکوفه میاره، میگه تمام اینا علائم پوری روح القدس، ثمرات روح القدس. میگه دشمنانشو، کسایی که دهانشون بازه فقط اعتبار تو رو پایین میکشن، وقتی تو به خدا توکل میکنی میگه دشمنانت به خجالت ملبس میشن. چه بر کجا میخوای بری؟ یه همچین برکات و گنجی رو به دست بیاری و همه اینا به دست میاد که تو کوه سیحون باشی. کوه سیحون موقعی هستی که به خدا اعتماد و توکل کنی. چقدر زیبا مزمور 48 میگه چه زیبا سیحون، این کوه بلند خدا، این شهر بزرگ خدا که موجب شادی تمام جهانه. تو کوهی هستی، خیلی زیباست. میگه نه فقط موجب شادی خودتی، از این ترس و نگرانی آزاد میشی، بلکه دنیا وقتی تو رو میبینه به واسطه مشارکت با تو تسلی میابه، شاد میشه عزیزم. آمین. کوه سیحون در زبان عبری به معنی کوهی که پر از آفتابه، پر از درخششه، پر از گرماه. چقدر زیبا الان یادم افتاد مزمور 84 میگه یهوه خدا آفتاب و سپر من است، او فیض و جلال میبخشه و هیچ چیز نیکو رو من نمی کنه، از آنانی که در راستی در صداقت عیسی مسیح خداوند ساکن هستن. آمین. پس ای قوم خدا، ای کوه سیحون، خداوند رو حمد کن. آمین. چرا؟ چون در کوه موریا به تو روزی میده، رزق و روزی تو رو گسترش میده، آنچه که میخوای آه میکشی تو دامنت میرزه، در کوه جلجتا آمرزش گناهان رو برای تو فراهم میکنه، در کوه شمالی از تو حفاظت و حمایت میکنه و ضعفای تو رو به قوت مبدل میکنه، در کوه زیتون، در کوه هرمون تو رو ملاقات میکنه. تو فقط عیسای مصلوب جلوش دولا راست نمیشی، اکه عیسای رستاخیز یافته و زنده که تا ابد الاباد با توست و تو رو هرگز ترک نمیکنه. آمین.
در کوه اوریب او به تو کلام حیات میده. آمین. حیات، نور، روشنایی به وسیله کلامش. و در کوه سیحون تو رو مسکن خودش به وجود میاره. مسکنی که در تو رغبت داره میاد در تو ساکن میشه، در اندرون مبارک تو ساکن میشه، جایی که خدا ساکنه. عزیزان، رزق و روزی تو وعده داده، خدا برکت میده. آمین. آمرزش گناهان نه هر 2000 سال پیش، هر روز تا ابدالآباد به تو میده، با تو ملاقات میکنه، تو رو رو کوه زیتون میبره، تو کلام خودش رو به تو میده، جایی که خدا در تو ساکنه، تو رو از تمام دروغ‌ها و ریاکاری آزاد میکنه، جایی که خدا ساکنه. کجا اون فرماندهان تاریکی میتونه در ذهن و قلب تو رژه بره؟ آمین. در کوه سیحون تو رو مسکن خودش میسازه به وسیله آن چیزی که تو به وجود میاری، توکل، اعتماد به خدای خودت که عیسی مسیح خداونده. آمین. پس یک بار دیگه با هم میخونیم: چنان که کوها گرداگرد اورشلیم هستند، همچنان خداوند گرداگرد من است، از الان تا ابدالآباد. آمین. مرسی برای توجهتون.